بر موج برنامه اطلاعاتی خبر. توجه، اگنتی تاجیک استاندارد بر رانندگان هشدار می‌دهد که هنگامی خریداری آنتی فریز به صفت آن اهمیت دهند. محدودیت در تأمین برق از بین برداشته شد. در حدود تاجیکستان در یک شب 9 حادثه لغزشی ترما به قید گرفته شد. ارزش گازی مایع در تاجیکستان پایان رفت. انتقال پول آسان می شود، بازگشت زلاتای کرونا با بازار مالیوی تاجیکستان. مراسم معرفی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه بابجان غفوروف. چنین وضعی هوا در تاجیکستان 15 سال پیش به عمل آمده بود. امروز ها در بازار استعمالی داخلی تاجیکستان بعضی از صاحبکاران نوهای پاسیفت و غیر استانداردی مایع ضد سردی با اصطلاح آنتی فریز را به خریداران پیشنهاد میکنند که بر ضرر استعمال کنندگان است. در این باره امید خاور با استناد به اگنتی تاجیک استاندارد خبر میدهد. تا حال صاحبکارانی هستند که محصولات سرطلبات را تقلب کاری کرده به شکل آن مانند محصولات استحصال میکنند، ولی با صفت و ترکیب آن اصلا اهمیت نمیدهند. چارجویهای وقتهای اخیر و سنجش های آزمایشگاهی معلوم کرد که در بعضی از این نمودی محصولات با جز آب و ماده رنگ کننده دیگر چیزی موجود نیست. حالان که ترکیب خودی مایع آنتیفریز تنها از آب، سپیرت دو اتمه، اتیلینگ گلیکول و مواد رنگ کننده عبارت است، آمده است در مراجعت نامه اگنتی. همچنین گفته می شود که در مرحله اولی گذراندن آزمایش علاقه تجهیزات سنجشی نشان داد که استفاده آن در فصل زمستان تنها بر ضرر رانندگان است. گرچند تعداد زیادی مایع ضد سردی آنتیفریزی غیر استانداردی از نقطه های فروش و بازارها بارها مصادره شده باشد هم، اما به مسئولیتی و اندیشه درآمدی مفت وجود قلابان را ترک نمی کند. با وجود گذراندن کارهای فهماندهی فروشندگان زیادی نیز هستند که هنگام قبول مال و محصولات به صفت و نمود مال به اهمیتی ظاهر میکنند که در نتیجه خریدار ضرر مالی میبیند، تذکر دادند از اگنتی. از این روی اگنتی تاجیک استاندارد آگاه مینماید که هنگام خرید این محصولات از فروشنده سرتیفیکات مطابقت طلب نمایند تا هنگام استفاده مایع آنتیفریز در حالت ناگوار قرار نگیرند. شرکت سهامی خلدینگ گشاده برق تاجیک در اساس دستور حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از تمام ذخیره و امکانات ها تصمیم گرفته است که تأمینات منتظم نیروی برق را در سرتاسر کشور پوره برهماند. روزهای اخیر و یک چند روز دیگر در قلمرو جمهوری بارشات زیادی برف و حرارتی از نشان دهنده میانه اقلیمی خیلی پست پیشگویی شده است. در چنین روزها که وضع هوا پیشگویی شونده میباشد، در فعالیت خواجگی کمونالی شهر و ناحیه ها و زندگی روز مرای اهالی پیش آمدنی مشکلی ها از احتمال دور نیست و طلبات نیز در استفاده نیروی برق به نهایت زیاد می گردد. نوبسته با این با مقصد به مشکلی گذراندن روزهای سردی فصل زمستان، با دستور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از 11 ژانویه سال روان در مملکت محدودیت در تأمین نیروی برق از بین برداشته شد. شرکتی سهامی و خلدینگی گشاده برق تاجیک وظیفه دار گردید است که با استفاده از تمام ذخیره و امکانات نیروی برق را در تمام قلمرو مملکت به محدودیت تأمین نماید. اطلاع داده شد که تا این وقت با سبب نارسایی موسم ذخیره های آب و انرژیتیکی که از روی حساب متخصصان ما در دوره تیرماه زمستان به قدر زیاد از 1 میلیارد کیلووات ساعت پیشگویی شده است، تأمین برق در بعضی منطقه های مملکت تنها شبانه از ساعت 22 تا 5 سحر محدود کرده می شد. انتقال به محدودیت نیروی برق با نظرداشت افزایش طلبات در روزهای سرد از یک جانب باعث خراجات الوگی آبی آبانبار نیروگاه برقی آبی نورا گشته، از طرف دیگر در حالت رعایت نگردیدن تدبیرهای صرفه‌جویی نیروی برق با سربری شبکه‌های برقی، ترانسفورماترها و صدمه‌ها در سیستم انرژتیکی جمهوری آورده می‌رساند. از این لحاظ شرکت برق تاجیک از مشتریان نیروی برق در مملکت خواهش نموده است تا که جوابان به این همخواری‌های حکومت مملکت نیروی برق را صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده نمایند.
در یک شبان روزی گذشته در قلمروی ناحیه‌های رویشان، روشقلعه و شاهنامه ولایت مختاری کویسانی بدخشان، همچنین ناحیه‌های ورزوب و عینی نو حادثه لغزشی ترما با قید گرفته شد. این حادثه ها تلفات جانی و خسارات دیگر نداشتند. در این باره امید خبر با استناد به کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. برای برطرف کردن پیامدهای لغزشی ترما، تکنیکای شرکتی راهی آیرس و وزارت نقلیات کشور جلب کرده شده. کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آن ادامه دارد. همزمان کمیته همان ساکنان و مهمانان کشور خواهش می‌کند که در این روزهای سرد از سفرهای بی ضرورت خودداری نمایند. نرخ گازی مایع یکی از عمده‌ترین مواد سوزشواری واسطه‌های نقلیات در تاجیکستان در مقایسه با روزهای قبلی پایین شده است. حالا در تابلوهای نرخ‌نامه‌ای شرکت‌هایی که با فروش سوزشواری مشغولند گازی مایع 3.9 سومونی و در بعضی دیگر تا به 3.8 سومونی نشان داده شده است. این رقم در مقایسه با روزهای قبلی تا 1 سومونی کاهش یابی را نشان می‌دهد. در شرکت‌های چکنافروشی سبب کاهش یابی نرخ گازی مایع را به واردات آن وابسته کردند. مرزا عمرف، یکی از مسئولی تامینگاهی مواد سوخت در شهر خوجند، در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان گفت که واردی بیشتری این نوع مواد سوخت به چون و چرا با پایان روی نرخ مساعدت نموده است. وقتی که مال زیاد به بازار عرضه شود، قیمتی آن به طور طبیعی پایان می رود. خوشبختانه حالا در اکثر نقطه های فروش مواد سوخت گازی مایع فراوان است، تاکید نموده است عمرف. این صاحبکار می گوید پایان روی نرخ باعث گشت و گذاری بیشتر نیز می گردد که به سودا نیز تاثیر مثبت خواهد رساند. نرخ دیگر نوهای سوزشواری افتومبیلی به تاخیر باقی میموند. در تالاری مقامات اجرایی حاکم دلاتی نوحی بابوجان غفوروف مراسم معرفی اجرا کننده وظیفه رئیس نوحیه برگزار کردید. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده زمین معرفی اطلاع داد که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس نوحیه ظفربیگ دولتزاده با سبب بکاری دیگر گذشتنش از وظیفه رئیس نوحیه آزاد گردیده. طبق فرمان رهبری دولت از سنه 11 ژانویه سال 2023 سلیمزاده نصرت الله فیض الله اجرا کننده وظیفه رئیس نوحی بابوجان غفوروف تعیین کردید. طوری معلوم گردید سلیمزاده نصرت الله فیض الله سنه 4 فوریه سال 1965 تولد شده است. ملیتش تاجیک، معلوماتش عالی، دکتر علم‌های طب، سال 1988 دانشکده دولتی طبی تاجیکستان را با اختصاص دکتری معالجوی ختم کرده است. فعالیت مهنتیش را سال 1985 از بیمارخانه کلینیکی جمهوری رقم 5 شهر دوشنبه آغاز کرده تا به وظیفه های دکتر سردکتر، معاون اولی وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان و بعداً وزیر تندرستی جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده است. همچنین از سال 2017 تا این جانب در وظیفه رئیس نوحی سینوی شهر دوشنبه کار کرده است. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده با سلیمزاده نصرت الله فیض الله در سمت اجرای وظیفه های خدمتی برور کامیابی ها آرزو کرده، در نسی رهبریت نوحیه جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی نوحیه وظیفه گذاری نمود. با قرار رئاسه بانک ملی تاجیکستان با تشکیلات قرضی غیر بانکی حساب برابرکنی پلاتژنی سنتر که مطابق قانونگذاری روسیه تاسیس یافته عمل می نماید، برای فعالیت اپراتور نظام پرداختی زلاتای کرونا به مهلت 5 سال اجازت نامه داده شد. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان خبر داده است. طبق اطلاع منبع، قرار رئاسه بانک در این باره سنه 10 ژانویه سال جاری با امضا رسید. در همین حال طبق قرار مذکور اداره نظام پرداخت عهده‌دار کردید که در فهرست اپراتوران نظام پرداختی ثبت دخل دارا وارد نماید. در جمهوری تاجیکستان چنین وضعی هوا 15 سال پیش، یعنی آخری ماه ژانویه و اولی ماه فوریه سال 2008 نیز به عمل آمده بود. چنین هوای خنک در مملکت تا سنه 25 ژانویه سال روان ادامه می‌یابد. در این باره معاون دایرکتور اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جمیله بایدولویوا با امید خبر اطلاع داده است. جمیله بایدولویوا ذکر کرد که در سال 2008 حرارت شبانه در وادی‌ها از 20 تا 25 درجه خنک بود، اما در آن شب و روز در ولایت مختاری کویسان بدخشان حرارت به مثل هوای امسال پست نشده بود. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که از سنه 13 تا 16 ژانویه سال جاری در بیشتر ناحیه‌های وادی دامنه‌کوهی جمهوری حرارت هوا شبانه تا 24 درجه خنک، روزانه تا 13 درجه سرد، در ناحیه‌های کوهی شبانه از تا 24
و روزانه تا 15 درجه خنک پیشگویی کرده می شود. در این روزها در شهرهای منطقه کوهی جمهوری یخبندی باقی می ماند. اینچنین در نشیبه های جنوبی و شمالی قطارکوه های حصار، منطقه های کوهی ناحیه های تابعی جمهوری و در بعضی ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سرزدن ظهورات ترما در نظر است. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.